خداوند کریم و رحیم، امروز می خواهیم در مورد یک موضوع بسیار زیاد مهم در مورد عدم کفایی قلبی صحبت بکنم. دوست عزیز، یک موضوع بسیار زیاد مهم هست، به خاطر از اینکه اگر شما بخیر تمام خلاص کنین در سای تیوری تانه، در بخش عملی بسیار زیاد با این حالت ها روبرو میشین، چون علت مرگ و میر بیشتر مریضانی که مصاب امراض قلبی می باشه در نهایت چی است؟ CHF و یا هم کرونیک هارت فیلر است. دوستای عزیز، ما بعضی از نکات را اینجا نوشته کردیم که مطابق از اینا ما درس خدا می خوانیم. اولا با شما بفهمین عدم کفایه یعنی چی؟ عدم کفایه قلب یعنی حالت هست که قلب ناتوان هست، قلب نمیتونه که تامین بکنه کاردیاک آوتپوت خود را، یعنی ناتوانایی قلب در تامین کاردیاک آوتپوت. صحیح؟ یک قلب سالم میتونه کاردیاک آوتپوت خود را به شکل درست تامین بکنه و میتونه تمام قسمت ها را به شکل درست از نعمت خون برخوردار بسازه. اما حالت میرسه که دیگه قلب به خاطر هر دلیلی که باشه، که کیس هاش هم ما میخوانیم کیسز چی هست دلیلش رو من براتون میگم، حالا دیگه شما باید اینو بفهمین که چرا قلب چی میشه، عدم کفایه به عدم کفایه منجر میشه. دوستای عزیز، شما اول تعریف را فهمیدین. عدم کفایه قلبی چی است؟ عدم کفایه قلبی عبارت از ناتوانایی قلب در تامین کاردیاک آوتپوت و یا هم دهانه قلبی هست. دوستان عزیز، زمانی که یک عضله قلبی، یک مایوکارد قوی باشه، مثل یک واتر پمپ قوی هست. صحیح؟ زمانی که شما یک واتر پمپ نو جدید میخرین، ایده در داخل چا میگذارین، به شدت بسیار زیاد و به شدت که شما نیاز دارین حتی بیشتر از او خون برتان آب برتان میکشه. اما زمانی که بالای زی وقت میگذره، یک دو سه دفعه برق سرش میآیه و میره، یک دو سه برق هم بسیار ضعیف میباشه، وضعیت مثل وضعیت که فعلا در افغانستان است، چی میشه؟ این واتر پمپ ضعیف میشه. دیگه به اندازه که شما میخواین آب نمیکشه، آبیاری با خودتان، آبیاری کردایتان چی میشه؟ کم میشه و مختل میشه و یک حالت خوب نیست. به این شکل شما قلب را و سیستم اروایی بدنتان را در نظر بگیرید. دوستای عزیز، در اوایل ویدیو ما یک کمک پرحرفی همیشه بخاطر ازی میکنم، چون ما نمیخوایم راست روی تخته و مارکر کار بکنم، که یک کمک شما بفهمین موضوع امروز چی بود و موضوع ویدیوهای قبلی چی بود. اینال دوستای عزیز، ما میخوایم در مورد صحبت بکنم که دلایل کاردیاک فیلیور چی است. شما یک عضله قلبی سالم را اگر در نظر بگیرین که هیچ مشکل نداشته باشه، صحیح؟ و کاملا خوش و خوشحال باشه، به نظرتان کدام عوامل میتونه کیر جگرخون خفه و ناتوان بسازه؟ به نظر من هر عاملی که چی شوه بالای قلب فشار ایجاد بکنه، صحیح؟ بالای قلب فشار ایجاد بکنه که قلب توانایی معوضی و فشار را نداشته باشه. مثلا زمانی که هایپرتنشن به وجود میاد، صحیح؟ زمانی که HTN یا هایپرتنشن به وجود میاد، به خاطر هر دلیلی که باشه، مثلا به خاطر دیسلیپیدمیا باشه، به خاطر یک ترومبوز باشه، به خاطر یک ایمبولی باشه، به خاطر هر مشکلی که باشه، هایپرتنشن از مریض به وجود میاد. و این هایپرتنشن چی میکنه؟ قلب رو مجبور میسازه تا فشار بیش از حد رو تولید بکنه. و این فشار بیش از حد رو تا یک وقت قلب تحمل کرده میتونه، اما آهسته آهسته عضله قلبی ضعیف میشه و دیگه نمیتونه اونمو فشار را تولید بکنه. یک دلیل. دلیل دیگه میتونه که مثلا اسکیمی قلبی باشه و در پهلوی ازی انفارکشن هم دلیل عمده هست. به خاطر چی؟ دوست ازی اگر هیچ هایپرتنشنی موجود نباشه، خود اسکیمی و تنهایی، خود احتشا و تنهایی میتونه که باعث به وجود آمدن چی شوه؟ باعث به وجود آمدن یک عدم کفایه شوه. چرا؟ به خاطر از اینکه اگر شما از یک کسی کار میخواین که براتون کار انجام بده، پس حتما باید بهش پول بدین. اگر پول نمیتین، حداقل غذا میتین، صحیح؟ که تو بتونه کارتون صحیح انجام بده. شما نمیتونین که مثلا یک شخص را گرسنه مزه وای بسازین که کل باغ براتون بیل بزنه، در یک روز سبن اون ناتوان میشه، ضعف میکنه و یا همون کار را به شکل ناقص انجام میده، صحیح؟ پس زمانی که اروا در عضله ناقص باشه، عضله چی میشه؟ ضعیف میشه.
این میتونه یک دلیل باشه. دیگه امراض کلیوی سیس، خصوصا اگر بگویم کرونیک کدنی دیزیز سیس، ای چرا؟ به خاطر ازی دوست عزیز دکس، شما میفهمین کدنی عمده ترین کار که انجام میده ای است که بیلانس آب، مایات و آیون ها و املاغ را در بدن چی میکنه؟ نگهداری میکنه، غیر از دیگه وظایفی که داره. یعنی میتونه که یک تعادل را به وجود بیاره. زمانی که تعادل به خاطر هر مرض کلیوی که باشه برهم بخوره، تا این وقت فرض کنین امو جیفار که قبلا باید تولید میشد الان نمیتونه تولید بکنه، قبلا میتونست مثلا ادرار تولید بکنه الان نمیتونه، امو حجم اضافی، حجمی که باید او حجم ویست، مواد ویست است که باید تو رو از خود خون بکشه، او رو کشیده نمیتونه، پس حجم خون زیاد میشه. حجم خون زیاد شد، ورک لارد زیاد میشه، ورکلاد زیاد میشه، یعنی بار کاری زیاد میشه و بالای قلب فشار ایجاد میشه. سیس این دلیل دیگه بوده میتونه. خب فکر کنین دیگه چی دلیل بوده میتونه که قلب رو میتونه ایچیش زیاد بکنه فعالیت شه. عمده ترین بخش از این دوست عزیز اکثرا امراض خود قلب هست سیس، امراض قلبی. امراض قلبی چی از دوست عزیز؟ مثلا تزایق مایترال، مثلا تزایق دستان مبهر، هر چیز میتونه که زمینه را مساعد بسازه برای ازی که قلب فشار زیاد ایجاد بکنه. مثلا من اینجا نوشتش میکنم، مثلا میترال ستنوز شما دارین یا اورتیک ستنوز دارین یا هر انومالی دیگه، هر انومالی دیگه که چی کده قلب را بالاخره وادار به فشار بسیار زیاد کرده، قلب دیگه نمیتونه که در مقابل ازی فشار فعالیت که قبلا انجام میداد انجام به توال دیگه بسیار چی هست؟ قلب پریشان است. عضله قلبی مایوکارد ضعیف شده، او پمپره که قبلا میکرد حال نمیتونه، و مثل ازی از آران دلیل دیگه هم بوده میتونه که از خود قلب نباشه، از اعضای دیگه باشه، بالای قلب دستی بکنه. پس شما حال فهمیدین که میتونه یک دلیل خود دلیل عمده CHF یا Chronic Heart Failure چی باشه؟ اسکمی یا احتشاه هم باشه که ما روی پاتوجنیس از او یا شکل تشکیل از او صحبت کرد. دوستای عزیز میان به این که خود CHF چند نوع بوده میتونم سیز روی انواع ازی بس میکنیم. دوستای عزیز در بخش انواع ازی یک مسئله بسیار عمده وجود داره که یکی خود نظر به موقعیت زیادتر میگن که طرف راست است و طرف چپ است و قلب راست است و قلب چپ است، او هم صحیح، او هم بحث صحیح، ولی بسیار من روی ازی بحث میکنم که کدام CHF قابل تداوی هست، قابل ترمیم هست، و کدام CHF دیگه که یک دفعه مریض را به طرف عدم کفایه برد دیگه قابل معاوضه نیست. پس ما دو کتگوری داریم، دو کتگوری داریم یا دو بخش داریم. یکی عبارت هست CHF هست که کمپنساتوری هست، یعنی قابل معاوضه هست، و دیگه دی کمپنساتوری. فرق از این دو دانه چی هست؟ زمانی که دوست عزیز شما میفهمین وقتی عدم کفایه به وجود میاد حتما مریض احساسش میکنه، طبعا مریض به طرف سینکوب میره، به طرف دیسپنه میره، هایپوکسیون ازش به وجود میاد، خناق صدری ازش به وجود میاد، خستگی احساس میکنه و بالاخره زوفت میکنه، شوف خانه میارش دراز افتیده، مریض وضعیتش خراب است. اما دوست عزیز اما زمانی که اولین حمله قلبی بالای ازی میایه، در ظرف فقط 30 ثانیه، در ظرف فقط 30 ثانیه سیستم معاوضوی در مقابل ازی فعال میشه. یعنی وقتی گفتم در ظرف 30 ثانیه به شکل حاد، معاوضه به شکل حاد سیس، معاوضه به شکل چی هست؟ به شکل اکیوت. در ظرف 30 ثانیه چی میشه؟ در ظرف 30 ثانیه شما میفهمین که وقتی قلب نتانه کاردیاک آوتپوت را تامین بکنه، خوب گوش بگیرید، وقتی قلب کاردیاک آوتپوت را تامین نتانست، فشار سقوط میکنه، فشار شریانی سقوط میکنه، و این سقوط فشار شریانی توسط بار رسپتورها، توسط کیمو رسپتورها چی میشه؟ عکس میشه.
ای بار رسپتور ها و کیمو رسپتور ها چی کار کرده میتونن؟ ایره میبرن به طرف تراکو سلوتریوس نیوکلیاس در کجا؟ در بلب. اونجا چی میشه؟ عصب سمپاتیک فعال میشه. شما دیگه یک عصب چی دارین؟ عصب فعال سمپاتیک دارین که شما را میخوای از شوک نجات بده یا شاک نجات بده یا از رفتن به کوما و مرگ نجات بده. این فقط در ظرف 30 ثانیه ای کار صورت میگیره. عصب سمپاتیک چی میکنه؟ بیشترین تاثیر روی فشار شیریانی داره. چطور روی فشار شیرین بیشترین تاثیر داره؟ این زیاد چی میکنه؟ دوست عزیز، همیشه در کاردیاک فیلیر متوجه ازی باشین که یک کاردیاک آوتپوت تامین نمیشه و خاطر از اینکه فشار بسیار پایین است، رکودت وریدی صورت میگیره. صحیح؟ رکودت وریدی بسیار زیاد مهم است که باعث بالا رفتن فشار وزن راست هم میشه. خروی از گرافاش صحبت نمیکنم. من با عصب سمپاتیک. این عصب سمپاتیک حال فعال شده بسیار با مسئولیت است. این چند کار را انجام میده. اولین کاری که انجام میده دوست عزیز چی میکنه؟ هرتریت مریض را بلند میبره. سیس روی اخزای بتا یک خود تاثیر میکنه. هرتریت مریض را که بلند بود شما میفهمین هر قدر قلبتان زیادتر پمپ کنه و قدر خون را تا حدی که میتونه پمپ میکنه، کاردیاک آوتپوت و استروک والیوم را تا حدی تامین کرده میتونه. سیس در پهلوی ازی چی میکنه دوستا؟ تقبض را یعنی وازو کانترکشن را در کجا به وجود میاد؟ در آرتریز به وجود میاره. اگر دیده نمیتونین گوش بگیرین چون خرد نوشته کردیم. وازو کانترکشن را در کجا به وجود میاره؟ در شرایین به وجود میاره. در پهلوی ازی عین وازو کانترکشن را در وینس به وجود میاره. خب این حال بیاییم ببینیم که چی کار انجام دادن است. زمانی که هرتریت شما بلند میره، زمانی که ضربان قلبی زیاد میشه، با هر ضربه قلبی چی میشه؟ خون از بدن خارج شده میره و هر قدری ضربان ها زیاد باشه خون بیشتر خارج شده میره و در نتیجه جیزی تا یک حد کاردیاک آوتپوتتان تامین میشه. اما زیاد روی کاردیاک آوتپوت ای هرتریت تاثیر نداره تا وقتی که برگشت وریدی از این تامین نشه. و این برگشت وریدی توسط چی تامین میشه؟ زمانی که وازو کانترکشن به وجود میاد. زمانی که وازو کانترکشن در آرتری به وجود میاد باعث میشه که اتریال بلاد پرژر را بلند ببره. شما میفهمین که در هر نهایت شیریانی با نهایت وریدی در ارتباط است. اگر فشار نهایت شیریانی بلند بره، فشار نهایت وریدی را هم بلند میبره و این باعث چی میشه؟ باعث از این میشه که ریتورن وریدی و یا هم برگشت وریدی به قلب زیاد شد. حالا شما دیدین سمپاتیک چی کرد؟ وازو کانترکشن را در هر دو اویه به وجود آورد، هم رکودت وریدی را جلوگیری کرد، هم از سقوط فشار شیریانی جلوگیری کرد، هم کاردیاک آوتپوت را تامین کرد. سیز توسط بلند بردن نه تنها هارت ریت بلکه توسط افزایش مقویت عضلیش. سیز مقویت عضلی را هم میتونه تا حد بلند ببره. خود دوست عزیز، این حال دوست عزیز شما میفهمین که این عصب سمپاتیکی کار را در چند ثانیه انجام داد پس این شکل اکیوت شد. در شکل مزمن چی کار صورت میگیره؟ اشکال مزمن از این هم وجود داره که کاردیاک فیلر یعنی امکان داره چند ساعت چند روز هم دوام بکنه. عصب سمپاتیک تا که تانست یک اداره را یک منجمنت انجام داد ولی دیگه از عهدهش خارج است. آره باید سیستم های کمپنسیتوری کرونیک چی بسازه؟ تا یک حد این حالت وخیم قلبی را چی بسازه؟ نارمل بسازه که قلبه که بیچاره کمه که خوش شوه. اینجا چی کار صورت میگیره؟ اینجا دوست عزیز دو کار صورت میگیره. یکی رینال ریتنشن است یا فلوید. شما
شما فکر کنین فلوید ریتنشن چی کار میتونه با قلب انجام بده؟ تا وقت ما آپشن دومش نوشته میکنم. آپشن دومش چی از ریکاوری خودی است. خب باید را دوال نوشته میکنم. خب خیر سلف ریکاوری است. برقایم هم دوست عزیز میرون یه یکی فلوید ریتنشن است و دیگر ریکاوری خودی یا سلف ریکاوری هست. در اینجا چی صورت میگیره؟ این با شکل کرونیک است، ممکن در چند ساعت یا در چند روز ای فعال شود. در وقتی که عصب سمپاتیک تمام مسئولیت خود را ادا کرده ولی باز هم حالت به طرف وخیم شدن میره، بنان دیگه آل چی کار صورت میگیره؟ شما میفهمین دوست عزیز؟ شما میفهمین زمانی که فشار سقوط بکنه، اینا را نوت بکنین دوست عزیز، زمانی که کاریک آوتپوت تامین نشه، آرتریال بلاد پرشر کاهش پیدا بکنه، در این وقت هست که چی میشه؟ یعنی خون درست پم نمیشه. خون که درست پم نشد به طرف کلیه هم صحیح خون نمیره، کل جای خون نمیره و نمیره به طرف کلیه هم نمیره. صحیح است؟ این کلیه ها چی کار انجام میده؟ یا میگه من میفهم که چی کنم. وقتی که به کلیه، به کیدنیز خون کم میره، صحیح است؟ چون حالت عدم کفایه هست. اینجا چی کار صورت میگیره؟ اینجا گلومیرولر فلتریشن ریت کاهش پیدا میکنه. صحیح است؟ فلتریشن ریت گلومیرولی یا مقدار اونم فلتریشن روزمره از یا ساعتوار از این نظر به حد نرمال کاهش پیدا میکنه. ولی چی میشه؟ آل حجرات جکسا گلومیرولر فعال میشه، رینین افراز میکنه. صحیح است؟ زمانی که رینین افراز میشه ای انجوتنسین دوره ای جیه یک را با دو تبدیل میکنه. انجوتنسین دو تبدیل میکنه. انجوتنسین دو چی میکنه دوست عزیز؟ این انجوتنسین دو چندین عمل داره، چندین خاصیت خوب داره. اول از اینکه میتونه به حیث وازو کانترکتور عمل بکنه، یک تقبض و آیره با وجود بیاره. دومن چی کار کرده میتونه؟ این میتونه که مقدار زیاد از املا و مایات خصوصا آب را چی بکنه؟ جذب دوباره بکنه، ری ابزرب بکنه، و همچنان میتونه باعث افراز الدسترون از قشر غده ادرینال یا قشر غده فوق کلیه شما، که خود الدسترون هم عین تأثیر را بالای املاح و آب داره. او هم با دفع پوتاشیم میتونه مقدار زیاد از سودیم کلور و همچنان آب را داخل چی جذب بکنه؟ داخل ماهی تیوبول، ماهی که در داخل تیوبول هاست، و از او طریق باز چی شد؟ به طرف خون انتقال پیدا بکنه. پس اینجا چی شد؟ تا اینال هر کدام از این چی تأثیر داره دوستا؟ این کارا را خکد انجوتنسین دو. وازو کانترکشن از این چی میکنم؟ نه تنها فشار شیریانی را بلند میبره، بلکه چی میکنه؟ از رکودت وریدی جلوگیری میکنه، از رکودت وریدی که باعث بلند رفتن فشار اوزاین را فشار اوزاین راست میشه، از این هم جلوگیری میشه. چون چی میشه؟ تقبض میکنه، پچقش میکنه، فشارش میده تا که چی و حرکت کنه، استاد نمانه. پس هم فشار شیریانی را تا حد کنترل کرد و بلند برد و تا حد هم از رکود وریدی جلوگیری کرد. این خوبی وازو کانترکشن شد. وقتی که از رکودت وریدی جلوگیری شد، فشار شیریانی بلند بره، کار یک اینپوت زیاد میشه. سیس کار یک اینپوت که زیاد شد، اونجا عصب سمپاتیک تیار تحریک شده هست. این تقبض عضله مایوکارد را به وجود میاره و این تقبض با این کار یک اینپوت یک جا شده و کار یک آوتپوت هم میتونه تامین بکنه. اینان دوسته عزیز، به خاطر عزیزی که حجم انجوتنسین دو نه تنها وازو کانترکشن را به وجود میره، بلکه الدسترون و الدسترون افراز میکنه و این فعالیت های دیگر هم میکنه. خب خیلال فعالیت اید دانه اینا باعث چی میشن؟ اینا باعث زیاد شدن حجم خون میشن. اینا حجم خون را زیاد میسازن، چون کلیه تو فکر میکنه که وقتی به ما خون نرسید خیلی خون کم است. صحیح؟
مشکلت من کدام جای ازی مریض ازی نفر چی شده؟ مثلا چاقو خورده، مرمی خورده، از جای افتیده، هر چیز که شده، تحت عملیات بوده، هر چیز که شده، به من خون نامد، خون کم است. دیگه هی باید من اجازه نتم که حجم خون کم شده بره. من باید چی کنم؟ حجم خون را زیاد بکنم. اما ای کار ازی زیاد به فایده قلب تمام نمیشه. چون ای کار اگه چند روز دوام بکنه ممکن یک چند روز بتونه قلب بتونه با این حالت خود را تطابق بده. اما یک چند روز که تیر شوه، یک چند هفته که تیر شوه، قلب بیچاره خو بیازو مریض است. این بیازو کار کرده نمیتونه. اینجا کلیه برش حجم خون را زیاد کرده. این از بد بدتر میشه. سیس این موضوع رو تا اینجا در گوشتان بگیرین. میایم به ریکاوری خودی. در ریکاوری خودی همچنان دکتر سایبا چی صورت میگیره؟ شما فرض کنین یک قسمت از عضله قلبی هست. این قسمت فرض بکنین که احتشا یا اسکیمی به وجود آمده که ریکاوری خودی اکثر در این حالت ها بسیار مهم است. در این ناحیه احتشا چی از دکتر سایبا؟ زمانی که اروای یک ناحیه صفر شوه، اونجا چی میشه؟ کاملا حجراتش از بین میره و دیگه از فعالیت و کار میفته. این قسمت چی شده؟ دیگه کار نمیده. این قسمتی را که ما برتان سیاه کردیم، خصوصا در بطن چپ که زیاد معروض به اسکی میست. خب اینجا ریکاوری خودی چطور صورت میگیره؟ ریکاوری خودی بعد از یک حمله هات یک چند وقت بعد اینجا چی کار صورت میگیره دوستان؟ خب دو کار صورت میگیره. در این ناحیه به خاطر ازی که مثلا ایسکیمی موجود هست و یا فعالیت کده نمیتونه اگه ایسکیمی هم نباشه، چی میشه؟ مقدار زیاد از اویه های کولاترال به وجود میاد، اویه های کمکی. چون قلب تو فکر میکنه که اگر این ناحیه ما کار نمیکنه به خاطر از این است که برش خون ندادیم، بنان چی میکنه؟ نسج قلبی ارواره در امون ناحیه کوشش میکنه زیاد بسازه، اویه های کلاترال به وجود میره و این تا حد خیلی کمک کننده است و بسیار گپ خوب است، هیچ مشکل هم نداره. اما در پهلوی ازی نواحی سالمی که در اطراف ازی وجود داره، مثلا این ناحیه ها یا خواهی هیچ مشکل ندارن؟ سیس؟ اینا چی میگن؟ که خود چرت میزنن. حالا که همسایه ما میگه مریض هست، بیاین که بجای ازیا ما کار کنیم. سیس؟ میگن بیاین که بجای ازی نواهی ما کار کنیم. کار خود را خود حال میکردیم، کار ازی ناحیه را باید بکنیم. بخاطر ازی که کار این ناحیه را انجام داده بتانیم، باید کمک بزرگ شویم. سیس؟ و چی بکنیم؟ هایپرتروفی. این هایپرتروفی که بزرگ شدن حجم ازی نواحی بوده میتونه، شاید در اول به نفع ما باشه. چون این قسمت چی میشه؟ درست میتونه که کار ناحیه‌ای که به او قسمت بعدم کفایه دچار شده یا کار ناحیه‌ای که ایسکیمیک است یا انفرکشن به وجود آمده را انجام بده. اما وقتی که کلان شده طبعا اروا میخواه دیگه، اون نواحی که تازه بزرگ شده او قسمت هم خون میخواه. این خون دیهی تا یک وقت میشه، اما بعد از او قلب تیار معوف است. سیس؟ قلب معوف است. این هایپرتروفی اولا به توسو یا دایلتیشن منجر میشه و این توسو بزرگ شدن ساحه و محیط قلبی منجر به این میشه که قلب نمیتونه در ناحیه خون برسانه و اینجا چی میشه؟ بالاخره اینجا هم منجر به اسکیمی میشه و اینا هم مشکل پیدا میکنه. پس شما را دو چیز رفع میدید. یکی شد که هایپرتروفی در ناحیه به وجود آمد. این هایپرتروفی اساسا به توسو مبدل شد چون کار زیاد است توسو کرد و توسو زی باعث اسکیمی شد. سیس؟ این قلب بیچاره خو بیازو فیلیور داشت. آل ده ای اسکیمی هم تشدید شد و حجم خون هم زیاد شد.
دیگه چی میشه دوست عزیز؟ یک حالت به وجود میاد که هرچی عصب سمپاتیک میکنه، هرچی سلف ریکاوری، هرچی فلوید ریتنشن، این از بد بتر شده میره. و اینمی حالت را، اینمی حالت را به نام شکل CHF یا CF غیر معوضوی یاد میکنن. در این حالت نه عصب سمپاتیک کار میته، نه فلوید ریتنشن کار میته، نه سلف ریکاوری کار میته. یعنی تمام میکانیزم ها اینجا چی هستن؟ ستاپ هستن، بیکاره هستن. سیست؟ این امکان داره در اثر چی به وجود بیه؟ یک شکل معوضوی چطور به شکل غیر معوضوی تبدیل میشه؟ در اثر زیاد شدن حجم خون. چرا؟ قلب گفتم بیاز و معوف است، حال بالای ازی چی شده؟ بار کاری یا ورکلود یا ورکلود زیاد شده و ای باعث وخیم شدن حالت شده. یک مسئله. مسئله دیگه چی بود؟ گفتم که اینجا هایپرتروفی در اول به وجود آمد. ما اول به هایپرتروفی زیاد خوش بودیم، اما پسان دیدیم که به دایلیتیشن تبدیل شد و نواهی که دایلیت و متوسط شدن او معروض به اسکیمی شد، چون قلب نتانه صوره اروایش تکمیل بکنه. پس باز هم این میکانیزم تبدیل شد به یک میکانیزم خراب. ولی این کار زود صورت نمیگیره، امکان داره چندین هفته چندین ماه را در بر بگیره که یک شکل معوضوی و شکل غیر معوضوی تبدیل شد. این وقت بسیار زیاد را میگیره. پس شما دیگه فهمیدین که ما سیستم های معوضوی داریم. این سیستم های معوضوی است، شکل اکیوت و کرونیک است. کدامشان چی رقم فعالیت میکنه و کدامشان با تیر شدن یک مدت زمان میتونه که این حالت را وخیم بسازه. و این شکل وخیم ازی که دیگه هیچی سرشکار نمیده سیستم معوضوی، او چی از شکل دیکامپنساتوری هست، ایرریورسیبل است. این آمد در تایپش. پس ما تعریف شفا میدیم، انواعی شفا میدیم، اسبابش انواعی شفا میدیم، کمپنساتوری میکانیزم هم فا میدیم. میریم روی ازی که گفتم ای به دو نوع است. میتونه طرف راست قلب باشه، سیست، میتونه به طرف چپ قلب باشه، به هر طرف بوده میتونه، به هر طرف بوده میتونه. حالا شما فرض بکنین دوست عزیز، فرض بکنین، چون ما گفتم همیشه اسکیمی ها با کجا می باشه؟ با طرف چپ زیاد به وجود می. شما فرض بکنین که اسکیمی در طرف چپ قلب به وجود آمده. طرف چپ قلب معوف است. مشکل داره. چی ها با زمینه را مساعد به این می سازه؟ که اینمی اسکیمی و یا هم عدم کفایی که در طرف چپ قلب است، این حتی باعث عدم کفایی در طرف راست قلب شد. و دیگه چی مشکلات رو به وجود آورده میتونه؟ این خو میکانیزم های معوضوی بود که من براتون گفتم. شما فرض کنین که شما یک اسکیمی در طرف چپ قلب دارین، خدای نخواسته، سیست، و این باعث از عدم کفایی طرف چپ دار شده. حالا به طرف چپ قلب دوست عزیز خون از کجا میاد؟ شما میفهمین این خون میتونه از طریق طریق وریدهای ریوی بیه، صحیح، و دوباره باید از طریق اورتا خارج شه. خون بسیار زیاد است اینجا. خون آمده میره. در عضین چپ خون آمده میره. چون عضین راست خو مشکل نداره. inferior superior vena cava خب با عضین راست خون میاره، او ارسالش میکنه به طرف بطین راست، بطین راست به طرف ریه و ریه پاکش میکنه، روانش میکنه به طرف قلب چپ، به طرف عضین. اما چون اینجا عدم کفایه داره نمیتونه این خون را به شکل صحیح تخلیه بکنه، بسیار کم تخلیش میکنه، چون فشار کم ایجاد کرده میتونه. سیست؟ چون باز هم با تاین چپتان مشکل داره، عدم کفایه داره، این خون را صحیح به طرف اورتا هم پمپ کرده نمیتونه. پس فشار اینجا چی هست؟ بخاطر حجم زیاد بلند هست. چی هست؟ پرژر
در ناحیه left heart بلند است. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه اینا پمپ و تخلیه درست کرده نمیتونه، اینجا حجم زیاد است، والیوم خون زیاد است، فشار زیاد است. حالا شما میفهمین که اینمی بطین چپ، اینمی اوزین چپ چی هست؟ از طریق ورید های ریوی صحیح؟ ارتباط داره به ریه ها. پس فشار یا پیه چی هم بلند میره؟ پلمونری وینز. چون از اوزین گرفته ایشا صحیح؟ چون ایره از اوزین گرفته، فشار ازی که بلند ره، فشار ورید های ریوی هم بلند میره. این فشار از طریق وریدهای ریوی انتقال پیدا میکنه به طرف لنگز و فشار لنگز را هم بلند میبره. صحیح؟ شما میفهمین که لنگز از طریق پلمونری آرتری ارتباط داره با چی؟ خود پلمونری آرتری هم فشارش بلند میره چون خود داخلش است. اما این پلمونری آرتری ارتباط داره با رایت اتریوم. این فشار به رایت اتریوم هم میایه و از طریق رایت اتریوم انتقال پیدا میکنه به رایت ونتریکل. و این فشارهای بلند به طور متواتر بالای اوزین و بطین راست تطبیق شده میره، تحمیل شده میره و یک وقت میشه که به خاطر مشکلی که در طرف چپ بود، طرف راست هم عدم کفایت پیدا میکنه، چون دیگه قدر فشار تحمل نداره، عضله ضعیف میشه. صحیح؟ با این میکانیزم است که از یک طرف عدم کفایت میتونه به طرف دیگه هم بره. خب غیر از این چی کار کرده میتونه؟ غیر از این مشکلی را که به وجود آورده دیگه چی کار کرده میتونه؟ ما به شما بیشتر در مورد سیستم های معوضوی گفتم. زمانی که حجم خون زیاد میشه، صحیح؟ حجم خون زیاد شد دوست عزیز، این خون که به قلب میاین، صحیح؟ حجم زیاد شده، حجم خون چی هست؟ زیاد هست. به خاطر چی؟ به خاطر این میکانیزم کمپنساتوری بلند رفته. اینا این خون چه میشه؟ این خون میایه به طرف قلب، عین پتوی است. اول چی میکنه؟ اول به طرف رایت اتریوم میایه، به طرف اوزین راست میایه، رایت اتریوم. و این خون نسبت به حالت نرمال بسیار زیاد هست. وقتی که این زیاد باشه، صحیح؟ این خون چی میشه؟ به طرف بطین راست زیاد میره، از بطین راست به ریه ها میره. صحیح؟ این حجم خون راست که ما برتون نشان میتونم، فعلا روی فشار صحبت نمی کنیم. به رایت ونتریکل هم خون زیاد میرسه و رایت ونتریکل هم به لنگز خون بسیار زیاد با فشار زیاد میده، چون حجم زیاد فشار زیاد، کار زیاد فشار زیاد. صحیح؟ در لنگز چی کار میشه؟ در لنگز دوست عزیز به خاطر از اینکه از این فشار بلنده که در اویه است، صحیح؟ فرض کنین این اویه است و دور و دور از این مثلا اسناخ هستن که با این در ارتباط است، صحیح؟ این خون از حد نرمال اینجا زیاد آمده و فشارشان بسیار بلند است. به شکل معوضوی به خاطر ازی که از این فشار بلند و از این حجم زیاد فرار صورت بگیره، مقدار زیاد از املاح که خصوصا سودیم کلوراید و آب دو شامل است، خصوصا پروتین ها دو شامل هستند، چی میکنن؟ از اویه به طرف اسناخ یا فضای بین الحجروی یا بین الخلالی فرار صورت میگیره و مقدار زیاد از این مایات با املای خود با پروتین ها فرار میکنند تا حجم خون اینجا کم شود. این فرار دوستا عزیز گپ خوب نیست، به خاطر از این که چی میشه؟ باعث به وجود آمدن اوزیما در این ناحیه میشه و شما اسناخ را به شکل کیسه های پر از
مایع میبینه، از حالت نرمال زیاد میبشه، مثل که خودوس عزیز از او بسا عبور تیر میشون بخاطر ازی که زیادتر مربوط بخش تنفسی میشه. خب اینا چی شد؟ اسناخ پر از مایع شد، چون اینجا بخاطر از ای فشار کنترل شود و ای فشار پایین بیاید، چون حجم خون زیاد است و ای حجم در اثر چی زیاد شده؟ در اثر انجیتین سین دو زیاد شده، چون او الدسترون هم افراز کرده، از افراز از اطراح آب و املا هم جلوگیری کرده. اینال اینجا چی میشه؟ یک اوزای ما بوجوده. پس در مراحل اول، در مراحل اول دیکمپنساتوری هارت فیلیور، شما چی رو میبینین؟ یک اوزایمای ریوی رو میبینین و بعدا بازی اوزایمای ریوی نه تنها بر یه چیز میشه، ای اوزایما نه تنها بر یه محدود میشه بلکه به طرف محیط هم میره. دیگه من دوست عزیز به طرف تریتمنت عزیز، در شکل کمپنساتوری خواهی نقمیکانیزم است سیست؟ در شکل کمپنساتوری شما در تریتمنت زیادتر کوشش میکنین بر مریض دوای را بتین، دوای را بتین که فعالیت یا تقلص عضله قلبی را زیاد بسازه، مثلا دیجیتالیز ها برش میدین. این دیجیتالیز ها چی میکنه دوستا؟ نوتش بگیرین بخاطر از اینکه اینجا جای نیست. دیجیتالیز ها باعث آزاد شدن زیاد کلسیم از اندوپلازمی ریتیکولم میشه. سیست؟ یک موضوع نوت بگیرین، باعث آزاد شدن بیش از حد چی میشه؟ کلسیم از اندوپلازمیک ریتیکولم میشه. یک را دیگه چی میکنه؟ فعالیت چینل سودیم پوتاشیم ایتیپیز را مختل میسازه و این کار باعث میشه سودیم زیاد در داخل حجره باقی بمانه و با کلسیمی که در خارج حجره است معاوضه شود، باز هم کلسیم را از حجره، از خارج حجره هم دعوت میکنه، در داخل حجره هم ریلیز چه زیاد میکنه و سوی کلسیم را چی میکنه؟ بلند میبره. وقت سوی کلسیم را بلند برد دیجیتالیز، مقویت عضلی چی میشه؟ زیاد میشه. سیست؟ دیگه مثلا بر ازی مریضا بخطر ازی که از شاکشان جلوگیری شد بهتری است که برشان چی بتین؟ اکسیجن بتین، ولی باید دایورتیک ها را فراموش نکن. به خاطر ازی دوست عزیز که از این حالت جلوگیری شود، شما باید بر مریض چی بتین؟ دیوریتیک بتین، تا که مریض به طرف عدم کفایه دیکمپنساتوری نره. اما اگر ای به طرف دیکمپنساتوری رفت، شما مجبور هستین بر از اینا چی بتین؟ غیر ازی که دیجیتالیز میتین، دیوریتیک میتین. باید مریض تحت مراقبت باشه، در استراحت باشه، اکسیژن برش بند باشه و میشه که مثلا برش ARB بتین، ECE inhibitor بتین، بیتا بلاکر ها بتین و از این شکل ها که هر چیزی که بار قلبی را کم بسازه و قلب را راحت تر بسازه و اروار را بهتر بسازه برش داده میتونه. دیگه دوستو عزیز شاک هست. شاک یک بحث بزرگ هست ولی زیادتر مربوط به کلینیک میشه. بنان اینجا من فقط روی انواع و چند گپ مهمش صحبت میکنم. اول تعریف شاک. شاک چی از دوست عزیز؟ شاک عبارت از اروای ناکافی انساج است. هر وقت که اروا در نواحی مختلف بدن چی شد؟ ناکافی شد و قلب و یا هم اینمی درست خون به یک ساحه نرسید، اکسیژنش کم شد، مواد مغذیش کم شد، تخلیه وریدیش کم شد، ایره برام چی یاد میکنن؟ به حالت شاک یاد میکنن. شاک انواع مختلف داره ولی میخوایم نوشته بکنم که شما بفهمین. در شاک چی کار صورت میگیره؟ اکسیژن ناحیه کم میشه، مواد مغذی ازی به ناحیه نمیرسه، تخلیه وریدی ازی یا واشاوت میتابولیک ویست کم میشه. پس اینمی سه حالت هست که شاک را بر ما تعریف کرده میتونه. آل دوسته عزیز شاک انواع مختلف داره سیست؟ شاک انواع مختلف داره که یک شکل ازیره به نام هایپوولیمیک شاک یاد میکنن. در شاک هایپوولیمیک به خاطر خونریزی، به خاطر زیاد بیش از حد مایات و خون از بدن چی صورت میگیره؟ قلب با وجود از اینکه عضله قلبی نرمال است، عضله قلبی مثلا فیلیور نداره، اما خون نیست، خون زایع شده،
به خاطر خونریزی زایع شده، به خاطر سوختگی زایع شده، به خاطر سپتیسیمیا زایع شده. هر چیز که از خون کم است، هایپوولیمیا است، حجم خون کم است، مریض به طرف شاک میره. سیس دیگه امکان داره که در اینجا سی اچ اف موجود نیست، از علی قلبی کاملا جور است. دیگه شاک هایی هست که به نام شاک های نیوروجینیک یاد میکنن. تعریف هایش رو بگیدین که میکانیزماش پیچیده است. خب نیوروجینیک شاک چی است؟ نیوروجینیک شاک هایپوولیمیا نیست. حجم خون نرمال است در نیوروجینیک شاک. سی اچ اف موجود نیست، اما به خاطر تطبیق انستیزی، به خاطر تراوما، به خاطر تیشو دمیج که در برین صورت میگیره، به خاطر هر دلیلی که باشه، وازو دیلیشن به وجود میه. سیست؟ یعنی اویه هایی که در داخل خود دماغ از چی میکنن؟ یک توسو، یک حالت به وجود میه که عضلات ملساش فلج میشه. وازو موتور پارالایزس به وجود میه. و این پارالایز باعث میشه که دماغ به طرف ایسکیمی و به طرف شاک بره. دیگه شاک های انافلکتیک هست. در این شاک ها دوست عزیز اکثرا چی میشه؟ الرژی، یک الرژن با انتیبادی شما یک جا میشه و الرژی یا انتیجن انتیبادی ریاکشن به وجود میاد روی مسل. ای کار صورت میگیره، هستامین و هستامین لایک سابستنس اینا افراز میشن و واز دایلیشن و باز هم مریض به طرف شاک. دیگه شاک های سپتیک هست که انواع مختلف داره، ولی شاک سپتیک اکثرا بخاطر چی بوجود میاد؟ بخاطر حمله میکروب. یک چی هست؟ یک تسمم خونی هست. زمانی که تمام خون با میکروب چی میشه؟ مخلوط میشه و این میکروب یا باکتری هست که تمام وجود انسان را میگیره و تخریبات را هم در دماغ، هم در کلیه، هم در کبد، هم در عضلات و حتی در اندوتیلیویه به وجود میاره. باعث بوجود آمدن یک سپتیک شاک میشه که روا مختل میشه و مریض به خاطر دیوکسیجنیشن، به خاطر عدم تخلیه وریدی، به خاطر نرسیدن مواد مغذی به طرف شاک میره. تریتمنتش هم چی است؟ اولش است که باید مریض اکسیژن داده شوه، بعد از او امو دلیل شاک رفع شوه، هر چیزی که هر سبب هر عاملی که باعث شاک شده او باید چی شوه؟ رفع شوه و تداوی عرضی و سببی صورت بگیره. تشکر از توجهتان. انشاءالله که این مضمون را، این موضوع را فهمیده باشین. در ویدیوهای بعدی باز هم با شما هستم. وقتان خوش.